سعید قاسمی نژاد، مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها، از نیویورک همراه ما هستن. آقای قاسمی نژاد، خوش آمدید. آیا میتونیم این اقدام جمهوری اسلامی ایران برای رد توافق اولیه در وین و همچنین تلاش آمریکا برای اعمال تحریم های جدید رو به معنی شکست کامل وین بدونیم و اینکه دیگه احیای برجامی در کار نخواهد بود؟ ببینید، دولت آقای بایدن خودش رو در یک بنبست خودساخته‌ای قرار داد، به این دلیل که اینها از ابتدا که اومدن در واقع این پیام رو فرستادن با گفتار و کردارشون که آماده هستن بسیاری از ابزارهای فشاری رو که دارن از روی جمهوری اسلامی بردارن، به شرط اینکه اینها به برجام برگردن. جمهوری اسلامی این رو به عنوان ضعف تلقی میکنه و شما اگر از حرفهای آقای باقری که به عنوان مشاور اصلی سیاست خارجی آقای رئیسی هستش رو هم بخونید، ظرف چند سال اخیر اینها معتقد هستند که در واقع میشد از آمریکا امتیاز بیشتری گرفتش و الان هم که در واقع این ضعف رو مشاهده کردند، به گمان من به دنبال این هستند که در واقع با گسترش برنامه هسته‌ایشون دولت بایدن رو مجبور کنن به دادن امتیازات بیشتر. مشکل دولت بایدن هستش، خب برجام خودش قرارداد بدی بود. الان در شرایطی که جدایی که ما هستیم، الان ضعفی که دولت بایدن نشون داده، گسترش برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خصوصا در این چند ماه اخیر، شرایط به گونه‌ای هستش که بازگشت به این که محدودیت‌هاش هم به سرعت برداشته خواهد شد، وضعیت بسیار بدتری هستش و دولت بایدن برای اینکه بتونه جمهوری اسلامی رو راضی بکنه به اینکه در واقع به سمت یک برجام اصلاح شده بره، من البته اون رو قبول ندارم. برجام به نظر من قابل اصلاح نیست، ولی اگر میخواد اون کار رو بکنه، نیازمند این هستش که به جمهوری اسلامی بقبولونه که در واقع این با یک دولت ضعیف مواجه نیست. اون یک سری راهکارهایی داره که دولت بایدن باید انجام بده. خب آقای قاسمی نژاد، در همین مسیری که الان داره طی میشه، جمهوری اسلامی برنامه اتمی خودش رو تشدید کرده، نگرانی‌های خیلی جدی هم وجود داره. راهش آیا بازگشت مثلا به شورای امنیت هست و بازگشت به فصل هفته، یا راه دیگه ای غیر از برجام جلوی پای کشورهای اروپایی و آمریکایی، چین و روسیه قرار داره؟ ببینید، دولت بایدن برای اینکه مسئله، اولا مسئله سیاسی هستش، یعنی مسئله تکنیکی نیستش. دولت بایدن برای اینکه جمهوری اسلامی رو بتونه به این مرحله برسونه که با یک دولت ضعیف مواجه نیست، چهار کار رو به گمان من باید بکنه. یکی در واقع این هستش که فشارهای تحریم و دیپلماسی رو به شدت افزایش بده. یکیش همونطور که شما گفتیم بازگشت به شورای امنیت است. دیگریش این هستش که به سرعت باید تحریم‌های جدیدی رو اعمال بکنه، تحریم‌های کنونی رو هم در واقع در اعمالشون شدت به خرج بده. در این چند ماه اخیر دولت بایدن این کار رو نکرده، تحریم‌ها رو داره برمی‌داره و تحریم‌های فعلی رو هم چندان اجرا نمی‌کنه. گام دوم همونطور که خودشون گفتن، بحث قطع شریان صادرات نفت هستش. یکی از مسیرهاشون هستش که در واقع حالا بتونن اون شبکه کشتیرانی رو تحریم بکنن. کار مهمتری که باید بکنن و دولت ترامپ در اواخر عمرش شروع کرد به انجام دادن اون، این بودش که اینها در واقع این نفتکش‌هایی رو که تحریم نفت رو دور می‌زدن، اینها رو مصادره می‌کردن. دولت بایدن باید به اون سمت برگرده. گام سوم این هستش که دولت بایدن پر از چهره هایی هستش، خصوصا در بحث ایرانش، که اینها مشهور هستند به اینکه نرم هستند در برابر جمهوری اسلامی، ضعیف هستند در برابر جمهوری اسلامی. اگر که دولت بایدن میخواد به جمهوری اسلامی نشون بده که به قول معروف کشتیبان را سیاست دیگری آمد، اینها رو باید برداره. در رأسشون هم به گمان من آقای مالی هستش، ایشون رو باید جایگزین بکنه، یک نفری رو که مقتدر هست، مشهور هست به مخالفت با جمهوری اسلامی، برای اینکه جمهوری اسلامی حساب کار دستش بیاد. و گام چهارم که بسیار مهم هستش این هستش که جمهوری اسلامی تصورش این هست و درست هم هست که دولت بایدن میخواد از منطقه خاورمیانه به هر قیمتی هست خارج بشه. اگر که دولت بایدن به تحرکات منطقه جمهوری اسلامی واکنش شدید نشون بده، نه گفتار درمانی، واکنش عملی نشون بده، به گمان من این چهار کار رو اگر بکنه، جمهوری اسلامی حساب کار دستش خواهد اومد که با یک دولت ضعیف مواجه نیست. و الا ما شاهد، همونطوری که خودتون گفتین، شاهد این خواهیم بود که جمهوری اسلامی برنامه‌اش گسترش میده، مذاکرات رو فرسایشی میکنه، کار رو به جایی میرسونه که در واقع دولت بایدن مواجه بشه با اینکه جمهوری اسلامی به زودی اتمی بشه. سعید قاسمی نژاد، ممنون از اینکه با برنامه امروز همراهی کردید.